جناب آصفی، به عنوان سوال اول، با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه راجع به اصلاحات در این قوه سخن گفتن، اما آنچه که شاهد هستیم ادامه رویه های اشتباه گذشته بوده، از جمله دستگیری فعالین زیست محیطی و حتی آخرین مورد هم برخورد با جمعیت امام علی، چقدر میشه به اصلاحات در قوه قضاییه خوشبین بود؟ ضمن سلام خدمت شما و دوستداران شبکه مکریان، در رابطه با اصلاحات قوه قضاییه واقعیت این اصلاحاتی که معمولا هر رئیس قوهی که وارد قوه قضاییه میشه با یه سری اصلاحات سعی میکنه که نشون بده یه اتفاقات جدید و معناداری میخواد بیفته. آمدن آیت الله یزدی به همین شکل بود، آمدن آیت الله شارودی هم به همین شکل بود که من ویرانه تحویل گرفتم و میخوایم مبانی مترقی اجتماعی اسلام رو اونجا برگزار بکنیم. حتی در دیداری که با آقای خاتمی داشتم، ایشون رو یک دانشمند جهان اسلام تلقی کردن و تصور جامعه مدنی به اصلاح طلب این بود که خب یه اتفاق معناداری داره در دوره آقای شارودی میفته، ولی ما مشاهده کردیم که سنگین ترین برخوردها و فشارها علیه جامعه مدنی و مطبوعات به خصوص در دوره آقای شارودی رخ داد. در دوره آقای لاریجانی هم همین بحثا و همین صحبتها بود و اینکه ما هم یک تحول ساختاری ایجاد بکنیم، ولی خب کارنامه ایشون کارنامه قابل دفاعی نبوده. حداقل اون چیزی که الان خود مقامات فعلی قوه قضاییه و محاکماتی که در رابطه با آقای طبری معاون اولیشون و بعضی دیگه از معاونین ایشون رو انداختن، گویا اینه که خب به هر حال ایشون موفق نبوده در همین ادعای مبارزه با فساد. در حوزه برخورد با جامعه مدنی و با دیگر اندیشان و مطبوعات و اطلاع رسانی، تفاوت ویژه‌ای از چه از دوره آقای یزدی، چه از دوره آقای شارودی، چه از دوره آقای لاریجانی و این دوره هم که خیلی ها امید داشتن که اتفاقاتی میفته، حتی بعضی از نمایندگان اصلاح طلب و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب میگفتن که این متفاوته و آمدن ایشون رو تبریک گفتن، متوجه میشیم الان با این وضعیتی که خودتون اشاره کردید، حالا چه در خصوص پرونده‌های زیست محیطی‌ها که از قبل بوده و چه در خصوص برخورد با جمعیت غیر سیاسی امام علی که یک جمعیتی بوده که به هر حال نزدیک 20 سال فعالیت کرده، اصلا رویکرد سیاسی نداشته و در رابطه با آسیب‌های متعدد اجتماعی فعالیت مردم نهادی رو داشته، در هزار عضو داوطلب داشته در شورا و چیز اجتماعی سازمان ملل، شوراها و مباحث اجتماعی و مسائل اجتماعی سازمان ملل هم ثبت شده بوده. فشارهای زیادی آوردن و در این عالم با حال که یک نهاد قانونی بوده الان با اتهامات شدید امنیتی مواجه است. و در رابطه با این پرونده مفاسدی که در قوه قضاییه باز شد با آمدن آقای رئیسی، به نظر من این دیگه پروژه تمام شده. یعنی دیگه ما بعد از طبری حالا ممکنه در همین حد با بعضی از اطرافیان آقای احمدی نژاد، حتی با بعضی از اطرافیان آقای روحانی، با کلام دیگه کمتر شده، با بازداشت برادر ایشون و بازداشت برادر آقای جانگیری تا حدود زیادی میشه گفت مزاحمت دیگه برای سایر قوا ندارن، سایر جناح ها ندارن. به هر حال در همین حده، یعنی دیگه پایان پروژه است و این پروژه فقط یه خورده بهش میکنه زمان چند ماهه دیگه هم بخوره که محاکمات رو حالا ادامه بدن، حالا شاید هم تا یک سال هم طول بکشه. ولی اون چی که جامعه مدنی و جامعه ایران تصور داره و برخی از سیاسینی که این شبه انگیزی ها رو می کردن، سیاسی نسبت طرف رو عرض می کنن که دارن یه اتفاق ویژه این نقطه با آمدن ایشون، واقعا من تعجب می کردم با توجه به شناختی که از سابقه آقای رئیسی هست و روی کردی که آقای رئیسی در و اصلا خواهی از قوه قضایی ایشون نبوده. ایشون یا دادستان کلی کشور بوده، همزمان دادستان کل روحانیت بوده و معاون اول قوه قضایی بوده، همیشه در قوه قضایی ایشون بوده و اگر قرار بود هنری
اتفاقی، قوانین جدیدی، روی تد جدیدی باید رخ میداد، خب به هر حال باید نشانه هاشون ما از قدیم میدیدیم. نمیتونیم بپذیریم که آیت الله شاردی مانع میشده، نمیتونستیم نمیشود بپذیرفت که آیت الله لاریجانی مزاحم میشده یا مانع میشده. به هر حال ایشون هم خودشون روابطشون و اعتمادی که به هر حال مسئولین عالی رتبه کشور به ایشون دارن کمتر از اگه آیت شاردی لاریجانی بیشتر نبوده کمترم نبوده. این است که من تصور میکنم که وضعیت در بر همون پارچه میچرخه، بر همون پارچه، بر همون پا میچرخه و اتفاق خاصی ما مشاهده نخواهیم کرد. جناب آصفی، ایده معتقدم قدرت طلبی اصلاح طلبی رو به فرصت طلبی تبدیل کرده. آیا به نظر شما اصلاح طلبان به این فرصت طلبی دچار شدن و در این صورت آیا امید برون رفتی برای اونها متصور هست؟ ببینید، با توجه به اینکه یک فساد سیستماتیکی در ساختار جمهوری اسلامی پای گرفته، ریشه دوانده و ریشه کننده میشه و با توجه به اینکه این فساد از خود حتی بخش انتخابی از مجلسش گرفته و به خصوص بخش اجرایش دولت، به هر حال از اینجا شروع میشه. ممکنه اینجا خورده فسادها باشه، ولی زمینه رو برای فسادهای نجومی و قارتهای نجومی هموار میکرده. به هر حال نهادهای انتصابی بدون کمک بخش بروکراتها و تکنوکرات هایی که در درون دولت هایی که به نوعی در دست اصلاح طلب ها بودن در دفعات مکرر، این میسر نبوده. حالا شاید در دوره احمدی نژاد تشدید ویژه‌ای هم پیدا کرده، بله، اما در این دوره به هر حال وجود داشته. به اضافه اینکه حالا ما از این زاویه هم باید آدم بخواد منصفانه تحلیل بکنه، اصلاح طلبانی که از دوره های خاتمی آمدن، اصلاح طلبان که از قدرت رانده شده بودند و رانتی نبودند و چندان به یک روحیاتی که میشه گفت واقعا دارن میخوان و یک ویژگی که دارن خواسته های جامعه مدنی میخوان نمایندگی بکنن، در دوره اول و دوره آقای خصوصا دوره اول آقای روحانی، خب شما نگاه میکنید میبینید با این که ممکنه برخی از شعرهایی باشن که در دهه 60 بودن، ولی باز در مجموع عملکرد اقتصادی آقای خاتمی نسبت به دولتهای بعدیش و قبلیش به مراتب بهتر بوده. شاخصهای متعددی که در حوزه رشد، توسعه، ایجاد اشتغال، شاخصهای فلاکت، به هر حال تمام اون آیتم هایی که بلاز اقتصادی میگیم، این یک دولت منضبط تری بوده و اختلاس های بزرگ نجومی در اونجا رخ نداده در اون دولت. این رو الان میشه به حساب کارنامه دولت آقای روحانی گذاشت، ولی واقعیت امر اینه که به هر حال اصلاح طلبا هم مزه قدرت رو چشیدن، به هر حال مزه رانت رو فهمیدن که مزه ولی نداره و خب شروع کردن. اینها هم آلوده بودن این و کارگشایی هایی که برای افراد نهادهای انتصابی و افرادی که به هر حال پاسخگوی عملکرد خودشون نبودن می آمدن بود. یکی از برنامه‌ریزای سازمان برنامه بودجه می گفت که از قم، از جاهای دیگه می آمدن تحت عنوان این که ما میخوایم یک همچین مجموعه عامل منفعی بزنیم، یک همچین دفتر مطالعاتی رو بزنیم، این رو شما ببرید توی ردیف بودجه و این رو تحمیل میکردن به دولت آقای خاتمی. همونجا اینها زمینه و پایه‌ای شد برای اختلاس‌های بزرگتر. سال بعد میمدن میگفتن خب اگه پارسال 10 میلیارد دارید الان 5 میلیارد مال لازم دارید. اینها هم تسلیم میشدن. در دور دوم میشه گفت تقریبا دولت آقای روحانی و کارگزاران پایینش دیگه وا داده بودن و آماده بودن که کلن قدرت رو واگذار بکنن به جناح مقابل. نمونش هم وقایع سال 88 بود. از 84 که آقای کروبی گفته بود من در یک خواب کوتاهی بودم و آرای من به باد رفت،
و جا به جا شد و آقای لاری نتوانست جلوگیری بکنه از این مشکلی که آقای کروبی مطرح کردن و به عروج آقای احمدی نژاد رسید. خب پایه مسائل از همونجا شد، همون دولت بود که آمد مجلس هفتم رو برگزار کرد که اصرار میکرد آقای خاتمی و حتی خود آقای کروبی که ما به هیچ وجه یک مجلس رقابتی و انتخابات غیر رقابتی رو برگزار نمی کنیم. و حتی این سخنرانی آقای خاتمی در مرقد آقای خمینی بود، این ادعا رو کرد که من قسم یاد میکنم که دولت من بانی انتخابات غیر رقابتی نخواهد شد، استاندارها همه دست استعفا زدن، معاونین وزرا دست استعفا زدن، حتی تا پای وزرا آمد ولی با یک تشر با یک سخنرانی از بالا کار تموم شد و موج خوابید و آقای خاتمی و حتی خود آقای کروبی تن به این انتخابات غیر رقابتی دادن و دولت آقای احمدی نژاد بالا آمد. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتون، چون اصلاح طلبها از درون جامعه مدنی مستقل از حکومت بالا نیامدن و به نوعی همیشه پایی در قدرت داشتن، آنانی که به شعارهای انقلاب اسلامی وفادار بودند و تصور میکردند که به هر حال این نظام برخواسته از انقلاب ولی به انحراف رفته، اونها کنار رفتن، بسیاریشون کناره گرفتن و دیگه وارد قدرت نهادهای انتخابی نشدن، وارد دولت نشدن، وارد مسئولیت‌های اجرایی نشدن و خیلی هاشون هم که رادیکال شدن، مثل آقایان ابوالفضل قدیانی یا فضل کن آقای که اصلا قبولش هم نداره خود سیستم، آقای صفایی فراهانی. اینها فهمیدن و میدونستن که نمیتوانن ساختاری رو واقعا تغییر بدن، خب کناره گرفتن. یکی با شکل تهاجم سیاسی مثل آقای ابوالفضل قدیانی، یکی هم مثل آقای صفایی فراهانی که خب خیلی محترمانه و آرام گفت من دیگه شرکت نمی کنم در این هیچ انتخاباتی تا زمانی که بین بد و بدتر هست. بنابراین این اصلاح طلبا میخوام عرض کنم نهایتش اینه که چون از جامعه مدنی نیامدن، چون از مستقل نبودن، اون چهره هایی که فرزندان انقلاب اسلامی نام میگرفتن مثل آقای ابوالفضل قدیانی، مثل آقای مثلا محسن آرمین، مثل آقای صفایی فراهانی، اینها هم خودشون کناره گرفتن. الباقی که موندن و حتی آمدن دیگه در سال دور اول آقای روحانی کناره آقای روحانی ایستادن و حمایت کردن از آقای روحانی و آقای روحانی به یک نوعی به هر حال به دیوان سالاری اینها و فن سالاری اینها نیاز داشت، اینها رو وارد ترکیب دولت و مدیریت کشور کردن، یا اگر توی قسمت‌های تحتانی مدیریت ساختار دموکراسی کشور بودن اینها رو بالا آوردن، اینها رو مجددا بالا آوردن، استاندار شدن، معاون وزیر شدن، گاهن وزیر شدن، ولی خب بالاترین میشه گفت دیگه اینها چیز داشتن، اینها آلودگی‌های مالی و آلودگی‌های پستی خیلی هاشون متاسفانه پیدا کردن. این بخش از اصلاح طلبی تحت هیچ شرایطی دیگه نمیتونه سر بلند بکنه تو جامعه، نمیتونه منادی یک پرچم ضد فساد بشه، نمیتونه منادی پرچم آزادی خواهی بشه، نمیتونه مدافع جامعه مدنی خودش رو نشون دیگه بده. میماند اون اصلاح طلبانی که از قدرت رانده شدن یا خودشون رو از قدرت کناره دادن، خودشون از قدرت راندن و به یک نوع این معترض وضعیت کلیت روال سیستم هستن که خب نمایندگی میکنن دیگه بخشی رو، اسامیشون هم من حالا یه تعدادشون رو خب عرض کردم خدمتتون، از آقای محسن آرمین و ابوالفضل قدیانی تا آقای عیسی سرخیز بگیرید تا آقای تایزاده و غیره، اینها کسایی هستن که اینها شاید از لحاظ دستگاه‌های جناح حاکم تاقفکهاشون شاید تصور بکنن که اینها مجددن شاید بتوانن در یک موج آفرینی سیاسی و در یک شکلی یک برآمد اجتماعی اینها بتونن تأثیرگذار باشن، یا اگر به هر حال بروند پشت یک جریانی که خیلی شاید مورد تایید یا همسو با جریان حاکم نباشه، ریاست جمهوری رو عرض میکنم، اینها اگه برن اونجا بایستن ممکنه اون بیاد بالا و یه انتخاباتی که میخوان فقط
تکثری توش باشه، نه رقابت جدی، اینها اون رو تبدیل به یک رقابت جدی بکنن و یک نمزدی دیگه بالا بیاد. اینها احتمالات من فکر میکنم ساختار و سیستم اینقدر بسته شده که دیگه حتی این شانس رو هم برای این گروه از اصلاح طلبایی که الان دیگه در قدرت اجرایی نیستن و سعی میکنن در جامعه مدنی موازه های خودشون رو و موازه سیاسی به نفع جامعه مدنی بگیرن، دیگه این هم به نظر من یک امید عبثیه که اینها ممکنه داشته باشن. راهی هم دیگه برای اینها باز نیست. عنوان سال آخر این که نرخ رسمی تورم سال 98 طبق اعلام بانک مرکزی 41.2% بوده و رئیس مرکز آمار ایران مدعی شده که هزینه های خانوارهای ایرانی در سال 98 به میزان 20.6% افزایش یافته. بر اساس این ادعا درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته بیشتر از هزینه هاشون بوده و وضعیتشون بهبود یافته. این در حالی است که واقعیت های جامعه چیز دیگه رو نشون میده. تحلیل شما از این سخنان و تناقضاتش چیه؟ بعد این زمان آقای احمدی نژاد رو اصلاح طلبات چیز میکردن، میگفتن دروغو دو 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 دروغو میگفتن دیگه و واقعا هم بود دیگه و آمارسازی های عجیب غریبی میکردن. مرکز آمار ایران گاهن تا این اواخر یک سری داده ها و اطلاعاتی رو میداد که دقیق تر به نظر میامد نسبت به بانک مرکزی. بانک مرکزی دقیق تر نسبت به مرکز آمار میامد. برای همین مسئله بود که آقای روحانی من کردن که مرکز آمار ایران بیاد دیگه آمار اعلام بکنه. به معنی اینکه یه مقدار بانک مرکزی واقعیت آماری رو یه مقدار واقعی تر اعلام میکرد، خب آقای روحانی این رو من کردن گفتن مرکز آمار بگه. به معنی اینکه مرکز آمار هم به سمت واقعیت های آماری رفت، دوباره گفتن که نه، بانک مرکزی درست میگه. تو مدیریت اخیر آقای روحانی بودن که گفتن که وفق اطلاعی که بانک مرکزی به من داده ما وارد رشد مثبت 1% شدیم و دیگه اعتنایی به بانک به مرکز آمار ایران نداشتن. واقعیت هم این است که به هر حال چه صندوق بین المللی بود چه بانک جهانی، بر اساس داده های رسمی که خود جمهوری اسلامی یا بهشون میده یا منتشر میکنه و عموم اقتصاددان هایی که در داخل هستن و در خارج هستن، واقعیت هم اینه که در سال 98 ما با یک تورم 42% عبور کردیم. این رو خود عمده مراکز، حتی که دیگه شاید نزدیکترین مرکزی که به واقعیت ها میشه گفت نزدیک، واقعیت های آماری نزدیک بوده، مرکز پژوهش های مجلس بوده که آقای قاسمی آمد چند روز پیش اعلام کرد آمارها رو و آمارهاش به شدت متفاوت از بانک مرکزی و مرکز آمار ایرانه. ما سال 98 رو با تورم 42% عبور کردیم. از سال 98 به این بر چه اتفاقی افتاده که ممکنه آمارها اینقدر خوب شده باشه؟ چه اتفاقی افتاده که سبد معیشت بالا رفته؟ چرا آمار سازی میکنن؟ چرا دروغ میگن؟ چرا وقتی نمایندگان طبقه کارگر، همین نمایندگانی که گفت نمایندگان دولتی هم هستن ولی به هر حال خواستگار کارگری داشتن، در کمیسیون سه جانبه با کارفرمایان بخش خصوصی، کارفرمایان دولتی و همین نمایندگان کارگران امضا نکردند. اومدن گفتن 4,595,000 تومان سبد معیشته و روی این ما بریم چانه زنی بکنیم. این مبنای دستور کار بود، سبد معیشت اینه، ولی نپذیرفتن و گفتن 2,600 خورده یه چیزی اینجوری فکر میکنن 2,400 حساب حقوق کارگران 20% 22% بردن بالا. کارگران امضا نکردن و این مسبب غیر قانونی بود و اینا میگفتن نه قانونیه. میگفتیم خب اگر کارفرماها امضا نمیکردن ولی کارگران امضا میکردن شما تن میدادید؟ تن نمیدادید. کارفرماهایی که عموما ما میدونیم خصلتی هن، عموما از خود وابستگان نظام هستن، به نوعی منتصب به نظام هستن، به نوعی دریچه بر رانتکاری و ارزگیری و اون به اصطلاح مجوزهای ارزی و وارداتی غیر داره که بخوان بگیرن.
حالا من بخش سالم خصوصی و اون بورژوازی ملی دستپاکی که با جان دل داره تولید این کشور رو میخواد تو اون عرصایی که هست نگه داره، اونا رو من کار ندارم، اونها موضوعشون متفاوت و سواق هست. ولی واقعیت اینه که ما میبینیم چه اتفاقی افتاده که از اسفند تا الان ما یک جهش کردیم. تحریم ها برداشته شد، خیر تشدید شد، افزایش نفتی ما داشتیم، فروش نفت، کرونا جهان رو خوابید، ایران رو بدتر خوابید. وفق خود همین داده هایی که مجلس پذیرش های مجلس آمد مطرح کرد، قرائت کرد برای همین مجلس، گفت که در کرونا باعث شد جدا از تحریم ها بین 7.5 تا 11.5 درصد ستانده های ملی، یعنی تولید ناخالص ملی از دست رفته منهای تحریم ها. فقط کرونا، در خود کرونا باعث شده ما آمارها رو اعلام نمی کنم، فقط ما می دونیم تا 2 ماه پیش 800 هزار نفر رفتن اداره کار که بیمه بیکاری بگیرن. این باز آماری که اداره کار داره میده، باز ما نمی دونیم واقعا اینقدر هست یا نیست. و مرکز آموزش پژوهش های مجلس باز اعلام کنه که یک چیزی بین 2.8 میلیون تا 6 میلیون کار از دست رفته. وقتی این همه کار از دست رفته، وقتی میگه که تولید یا ستانده های ملی یا بین 7.5 تا 11 درصد اومده پایین، همین رقم بین 7.5 تا 11.5 درصد رو میاد اعلام میکنه، گویای اینه که به این نهاد هم آمارهای واقعی رو نمیدن، چه برسه به جامعه مدنی، چه برسه بخوان به اقتصاددانان مستقل که بتونن تحلیل بکنن اگر واقعا راهکاری هم دارن بتونن به دولت، به حاکمیت اعلام بکنن. ولی وقتی یه همچین تا آرزی رو ما بینیم بین 7.5 تا 11 درصد، این گویای چیز، گویای این نیست که اون آقا داره دروغ میگه، گویای اونه که بر اساس داده ها و آمارهایی که مرکز پژوهش های مجلس میرسه، دو گونه تحلیل و دو احتمال رو میاره میده. ما حتی همون احتمال را هم بگیریم، 7.5 درصد تولید ناخالص ملی که اومده پایین، سرجمعش بزنید با سال 97 که منفی نزدیک به 5.5-6 درصد رشد منفی اقتصادی داشتیم، در سال 98 نزدیک به منفی 10 درصد، بگو 15 درصد، و در این مقطع که کرونا آمد، وفق گزارش مرکز پژوهش های مجلس و آقای قاسمی که آمد گزارش رو خوند، بگیم 7.5 درصد، نمیگیم 11.5 درصد، یعنی این اقتصاد چیزی حدود 22 درصد داشته، منفی داشته. چطور میشه بر مبنای یک گزارشی که بلافاصله بانک مرکزی میگه، و بازم البته خود مرکز آمار ایران علارغم این که آمارهاش به نظر من آمارسازیه، ولی باز متکی خود آقای روحانی به این آمارها نمیشه، بلکه میاد به نظریه بانک مرکزی بها میده، میگه بله ما رشد مثبت داشتیم، رشد مثبتی بوده، 1% ما رشد مثبت کردیم. یعنی بر همه مراکزی پژوهشی که دیگه مجلسی مرکزی که میتواند حداقل این بخش های دولتی رو رصد بکنه، وقتی دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس اینه دلان میکنه آقا 5 میلیارد دلارش به باد رفته، دولت میگه دروغه، خب چیش دروغه؟ به باد رفته دیگه، به هر حال شما دادید که واردات وارد کشور بشه، این کجا رفته؟ جمع تلفیق بزن تو بودجه کلی کشور میبینی این رقم واقعا نیستش. این که من نمیخوام بگم کار دولتی ها بوده، نه ای بس کار غیر دولتی ها بوده، این کاری از قوه مجریه بوده، ولی اینها کارسازی کردن، اینها به قول اون همون مقطعی که تحریم های ترامپ شروع شد 18 میلیارد با نرخ دلار 4 کوری به باد رفت. افغانی شما سپاسگزاریم.